دوستان عزیزم سلام یوسف شیخه هستم از کانال یوتیوب دبیر آنلاین توی این فیلم قصد دارم در مورد نحوه یادگیری زبان انگلیسی اینکه از کجا شروع کنیم از چه منابع استفاده کنیم و چه روش رو به کار بگیریم تا بتونیم به صورت خودکان و بدون اینکه نیاز داشته باشیم به کلاس زبان مراجعه کنیم زبان انگلیسیمون رو توی یه بازه کوتاه مثلا سه ماهه یا تا حد اکثر 6 ماهه به سطح خیلی خوبی برسونیم که بتونیم نیازهامون رو برآورده کنیم و مطلبی که توی ذهنمون داره رو بتونیم انتقال بدیم و همینطور چیزهایی که میشنویم رو تا حد خیلی خوبی متوجه بشیم پس با آن همراه باشید دوستان عزیز میخوام تجربیات بیش از 20 سال زبان آموزی و تدریس رو امروز در اختیارتون قرار بدم خب اولین چیزی که باید یاد بگیریم اولین نقطه شروع ما چیه دوستان برای یادگیری هر زبانی چه انگلیسی چه هر زبان دیگه اینه که ما کلمات رو یاد بگیریم حالا چه کلماتی رو باید یاد بگیریم چند تا کلمه باید یاد بگیریم روی این همه توافق دارن که کلمات اصلی ترین و مهمترین بخش هر زبانیه شما تا کلمات رو نداشته باشید جمله سازی نمیتونید بکنید هر کاری که انجام میدیم با همین کلمات ما بازی میکنیم حالا توی دکشنری های مختلف زبان انگلیسی تعداد لغت های متفاوتی وجود داره مثلا توی فرهنگ لغت آکسفورد فرهنگ لغت چند جلدی آکسفورد حدود 170 هزار تا کلمه انگلیسی وجود داره اما آیا ما باید همه این 170 هزار تا کلمه رو یاد بگیریم؟ خب مشخصه که نه این کار نه امکان پذیره و نه لازمه همین الان اگه به من یا به شما یه فرهنگ لغات فارسی به فارسی بدن مثلا فرهنگ معین رو بدن یا مثلا فرهنگ چند جلدی ده خدا رو به هم بدن آیا من همه این لغات رو بلدم هم. همه لغات فرهنگد خدا رو خب مشخصه که نصفش رو هم بلد نیستم حتی شاید یک پنجم اون لغات رو هم بلد نباشم ولی میتونم نیازهام رو برآورده کنم اون چیزی که توی ذهنم دارم رو به فارسی انتقال بدم و گلیم خودم رو هر جایی که باشد از آب میکشم بیرون توی زبان انگلیسی هم همین شکل دوستان به عنوان مثال دوستان این سوال رو ببینید میگم آخرین باری که این کلمات رو توی صحبت هاتون استفاده کردید کی بوده چه کلماتی کلمه استقامت و کلمه انزجار یه لحظه فکر کنید ببینید آخرین باری که این کلمات رو به زبون آوردید توی گفتارتون کی بوده حالا این کلمات چی کلمه سلام و کلمه آب این کلمات رو خیلی به شاید اصلا فکر کنید بگید من تا حالا این کلمات رو استفاده نکردم ولی این کلمات رو شما تقریبا هر روز چند بار استفاده می کنید ببینید چقدر موسه خواهد شد وقتی من مثلا یه فرد خارجی بیاد از من بخواد فارسی بهش یاد بدم بیام این کلمات رو بهش یاد بدم کلمه استقامت رو بهش بگم انزجار رو بهش بگم به جای اینکه کلمات پرکاربردتری مثل اینا رو بهش بگم رو بهش آموزش بدم پس اینجا ما متوجه میشیم دوستان که اهمیت کلمات با هم متفاوت کاربرد کلمات خیلی با هم فرق داره بعضی از کلمات خیلی خیلی پرکاربردتر هستن و مهمه که ما اول اون کلمات پرکاربرد رو یاد بگیریم و بعدها و حتی شاید اصلا سراغ همچین کلماتی لازم نباشه بریم حالا دوستان این کلمات پرکاربرد رو از کجا ما باید یاد بگیریم آیا بیاییم دوباره دیکشنری رو بررسی کنیم نه توی زبان انگلیسی خوشبختانه منابع خیلی زیادی هست که این لغات پرکاربرد اون لغاتی که لازم هست هر زبان آموزی یاد بگیره رو جمع کردن و نوشتن و منتشر کردن چند تا از کتاب های مهم این حوزه رو اگه بهتون معرفی کنم یکی از مهمترین کتاب ها سری کتاب های یه برای یادگیری لغت کتاب های آکسفورد ورد سکیلز هست که شامل سه تا کتاب سطح مبتدی، سطح متوسط و سطح پیشرفته کتاب های آکسفورد ورد سکیلز این کتاب ها واقعا کتاب های خیلی عالی هستن به صورت موضوعی لغات دستبندی شدن و همراه با جمله سازی و نکات مهمشون توضیح داده شده این یکی از کتاب های مهم که خیلی خیلی مفیده یه سری کتاب دیگه هم هستن کتاب های Vocabulary in use که این هم کتاب های خیلی خیلی خوبی هستن این هم شامل چهار تا جلده اما نکته ای که هست دوستان این کتاب ها برای فردی که هنوز انگلیسی رو بلد نیست هنوز نمیتونه جملات رو بخونه خیلی به تنهایی کاربرد ندارن یعنی باید یه فردی باشه که از روش بهشون آموزش بده حالا باید چیکار کنید یه سری لیست ها هستن دوستان که من هم تهیه کردم این لیست رو هزار تا کلمه انگلیسی که قبل از هر چیزی باید اینها رو بلد باشید من توی ویدیوهای یوتیوب هم گذاشتم لینکش رو هم براتون پایین همین ویدیو قرار میدم شما مرحله اول بیایید این لغات رو بخونید چجوری حالا این لغات رو بخونید بیایید این لغات رو میتونید هم توی نرم افزارهای ساخت فلش مثل انکی وارد کنید و همین که خودتون بیایید یه دفترچه کوچیک تهیه کنید این لغات رو توش بنویسید هر روز مثلا بین 10 تا 20 لغت رو یادداشت کنید و هر روز مرور کنید من خودم وقتی که تازه شروع کرده بودم از این دفترچه ها تهیه کرده بودم این دفترچه ها رو تازگی پیدا کردم مال حدود 20 سال قبله که هر لغتی که یاد می گرفتم رو اینجا می نوشتم معنای خود لغت رو اینجا می نوشتم معنای فارسی رو هم می نوشتم شما میتونید این کار رو انجام بدید و حتی میتونید تلفظ ها رو هم بنویسید این که بعضی از دوستان میگن معنای فارسی لغات رو ننویسیم یه چیز خیلی اشتباهی هست چرا که امروزه خود انتشارات مهم مثل انتشارات آکسفورد اومده کتاب های دو زبانه منتشر کرده یعنی خود انگلیسی رو که نوشته فارسی رو هم نوشته یا به زبانی مثلا اسپانیایی رو هم نوشته و توی مراحل اولیه این کار هیچ اشکالی نداره معنی کلمه انگلیسی رو نوشید اون سمتش هم کلمه معنی فارسیش رو بنویسید و حتی میتونید تلفظ ها رو هم بنویسید حتی به فارسی هم بنویسید توی مراحل اولیه اشکالی نداره دوستان تلفظ رو میتونید از دیکشنری هایی که روی موبایل هستن یا از روی گوگل استفاده کنید و بنویسید پیشنهاد من اینه که اول این لغات رو بخونید این هزار اول رو بخونید هر روز ده تا 20 تاش رو جدا کنید و توی دفترچه‌تون یادداشت کنید و هر روز قبل اینکه لغات جدید رو بخواید یا اضافه کنید بیایید قبلی ها رو دوباره مرور کنید یکی این و بعد اینکه این رو هم تموم کردید میتونید برید سراغ 2000 لغت ضروری انگلیسی ما برای اینکه بتونیم مکالمهمون رو در حد خوبی انجام بدیم توی زبان انگلیسی نیاز داریم که در حد دو هزار تا 2500 لغت انگلیسی رو بلد باشیم برای اینکه بتونیم توی سطح متوسط مکالمه کنیم دقت کنید دوستان سطح متوسط سطحیه که میتونیم نیازهای خودمون رو اونجا برآورده کنیم ما حتی توی فارسی هم الان مثلا به من بگن سطح توی فارسی چیه سطح من سطح متوسطه سطح پیشرفته برای اونهایی هست که سخنرانهای حرفه‌ای هستن و ساختارهای خیلی پیچیده رو استفاده میکنن دوستان پس همین مقدار لغت برای ما کفایت میکنه روش خوندنش رو هم که گفتم هم میتونید توی فلشکار وارد کنید و همین که از این دفترچه استفاده کنید این از مرحله اول که یادگیری لغته مرحله دوم دوستان گرامره خب مرحله بعدی باید گرامر یاد بگیریم آیا خوندن گرامر لازمه؟ الان یه جدوی درست شده که بعضی میان میگن که گرامر خوندن لازم نیست بعضی از مدرسان دیدم این رو میگن بعضی از زبان ز... ها هم این سوال رو میپرسن میگن آیا گرامر خوندن لازمه؟ بعضی میان این استدرا میکنن میگن مگه ما که فارسیات گرفتیم آیا گرامر خوندیم خب این استدلال یه استدلال غلطیه چرا که ما حتی لغت هم نخوندیم نیومدیم لغت به ما ندادن که بگن مثلا این کلمه میشه این گرامر رو هم نخوندیم درسته اما مقدار زمانی که یه بچه از زمانی که متولد میشه تا میتونه تا سطح خوبی صحبت کنه چقدر دوستان و چقدر با زبان احاطه میشه شب و روز کل 24 ساعت شبانه روز رو حالا اون قسمت هایی که مثلا میخوابه به کنار با همین زبان فارسی یا با هر زبان دیگه مواجه میشه پدر مادرش خواهر برادر نمیدونم تلویزیون همین زبان رو روشون تاثیر میذاره شب و روز در حد فاصله مثلا چند سال 5 6 سال حداقل لازمه تا یه کودک بتونه مثلا یه سری جملات متوسطی رو تولید کنه آیا ما این وقت رو داریم این امکان برامون فراهم هست که توی خانوادهمون پدر مادرمون بچه هامون نمیدونم دوستانمون فقط با ما انگلیسی صحبت کنن و 5 6 سال هم این کار رو وقت داشته باشیم که شب و روز انجام بدیم خب مسلمه که این وقت رو نداریم به همین خاطر یادگیری گرامر جز ضروریات دوستان عزیز این که میگن گرامر یاد نگیرید بله اگه مثل بچه شما وقت دارید 6 7 سال رو وقت بذارید و شب و روز با اون زبان مواجه بشید کلا همه کارهاتون با اون زبان باشه از دوستان از پدر مادرتون از بچه هاتون از خواهر بخواید که فقط با انگلیسی باهاتون صحبت کنن کلا فقط فیلم های انگلیسی ببینید فقط انگلیسی صحبت کنید بله میتونید در هر 5 6 سال بدون اینکه گرامر رو بخونید هم یاد بگیرید اما اگه بخواید تو فاصله مثلا کوتاه مثل مثلا 5 -6 ماه انگلیسی یاد بگیرید لازمه که گرامر رو یاد بگیرید اما چه گرامری دوستان؟ باید شما بیایید نکات اصلی گرامر، ساختارهای کلی رو یاد بگیرید. شما نمیخواید برید کنکور بدید، نکات ریز گرامر رو یاد بگیرید. نه، هر کتابی که دیدید، ساختارهای کلی رو یاد بگیرید. اون جاهایی که به شما گفته مثلا استثناء یک، نمیدونم نکته. اینها رو بیخیال بشید دوستان. این قسمت ها توی مراحل اولیه دردسر براتون ایجاد میکنه باعث میشه که شما گیج بشید و کاربردی توی این لحظه براتون نداره حالا این گرامر های لازم رو از کجا پیدا کنیم باز هم برای اون هم یه سری کتاب هست که من این کتاب ها رو بهتون معرفی میکنم اولین مجموعه کتاب دوستان که همه هم میشناسن کتاب های گرامر Use هست که باز هم شامل سه سطح سطح بیسیک داره سطح متوسط داره و سطح پیشرفته کتاب های خیلی خیلی خوبی هستن و برای فردی که میخواد در حد متوسط یاد بگیره بنظرم همین کتاب بیسیکش هم کفایت میکنه و شاید یه قسمت های از کتاب متوسطش این کتاب ها کتاب های خوبی هستن و یه سری کتاب دیگه هم هستن که من خیلی بهشون علاقه دارم کتاب های خیلی خوبی هستن کتاب های بیتی ایزار این هم شامل سه سطح سطح مقدماتی جلد مشکی رنگش سطح متوسط و جلد آبی رنگش سطح پیشرفتشه این کتاب ها از این لحاظ میگم خوبن که تمرین های خیلی زیادی توشون هست و با انجام دادن این تمرین ها شما خیلی خیلی میتونید پیشرفت کنید حتی اگه همین جلد قرمز رنگش رو به صورت کامل بخونید خیلی خیلی میتونه توی پیشرفت زبانتون تأثیر گذار باشه اما باز هم خب اینها هم شاید براتون سخت باشه من اومدم از این کتاب ها خلاصه برداری کردم نکات مهمشون رو توی یه سری ویدیو به اسم ویدیوهای انگلیسی در سی روز خلاصه کردم دوستان توی هر قسمت یه ساختار کلیدی گرامر رو براتون توضیح دادم همراه با یه سری لغات و اونجا جمله سازی کردیم پس شما به جای اینکه از این کتاب استفاده کنید میتونید از این ویدیوهای انگلیسی در سیروس هم استفاده کنید اما دقت کنید دوستان قسمت های ها شاید براتون آسون باشه خب میتونید هر روز یه دونه از این قسمت ها رو بخونید قسمت های بعدی وقتی به جایی رسیدید که دیدید مثلا قسمت ها دارن مطالب سخت میشه باید وقت بیشتری روشون بذارید و بیشتر تمرین کنید هر قسمتی هر ساختاری که اونجا توضیح داده شده علاوه بر جملاتی که داخل این ویدیوها توضیح دادم خودتون هم سعی کنید برای خودتون مثال بیشتری بیارید دوستان هر سوالی که اونجا هست سعی کنید به زندگی واقعی خودتون ربطش بدین این سوال ها رو تا جایی که بتونید خیلی مسلط بشید و بعدا برید سراغ قسمت های بعدی پس این هم از مرحله دو مرحله سوم دوستان برای اینکه روند یادگیریتون سرعت پیدا کنه و بیشتر بتونید توی تعاملاتتون سریعتر وارد مرحله مکالمه بشید اینه که دوستان بیایید از یه سری جملات آماده استفاده کنید یه سری جملات آماده هستن که بدون اینکه ما ساختارشون رو بلد باشیم یعنی بفهمیم که چه جوری این جمله ساخته شده چرا فلان کلمه قبل فلان کلمه اومده این کل... این جملات رو یاد بگیریم به عنوان مثال شما وقتی میخواید بگی حالت چطوره میگی هاو خب دیگه به این کاری نداری چرا میگم ها بد آر بد یویه چرا ترتیب این شکلیه چرا... چرا از فلان کلمه استفاده نکردم یه سری جوالات پایهی جوالات آماده رو از قبل باید یاد بگیرید یا حدود مثلا دویست تا جمله آماده که توی موقعیت های مختلف چجوری ازشون استفاده کنید توی این مرحله چیزی که مهمه دوستان سراغ سری جوالات و اصطلاحات پیشرفته نشید که خیلی کاربرد کمی دارن و در جاهای محدودی استفاده میشن یا مثلا سراغ ضرب ها نرید بعضی از ویدیوها رو میبینید مثلا نوشته 100 تا ضرب انگلیسی خب ضرب خیلی کاربر ندارن حتی توی همین زبان فارسی مگه ما چقدر از ضرب استفاده میکنیم حالا توی فارسی ضرب ها بیشتر هم هستن به نسبت انگلیسی پس سراغ این قسمت ها نرید برای این هم توی یوتیوب اگه نگاه کنید هم خود من ویدیوهای زیادی ساختم در مورد جملات مثلا نوشتم 100 جمله کاربردی 200 جمله کاربردی 1000 جمله هم دارم 100 جمله هم دارم از اینها استفاده کنید و یاد بگیرید که توی مکالماتتون استفاده کنید و مرحله بعدی دوستان دیدن و شنیدنه خب توی این قسمت ما باید یه سری ورودی ها داشته باشیم که وقتی یه فردی چیزی میگه هم متوجه بشیم شاید به ما بگن مثلا فلان جمله رو بگو خودمون بتونیم اون جمله رو بگیم ولی وقتی میشنویم چون تا الان برخورد نداشتیم شاید سختمون باشه درک کنیم توی این قسمت باید چیزهایی رو استفاده کنیم که مناسب سطح ما باشه خب بعضی میان مثلا میگن فیلم و سریال ببین دوسته فیلم و سریال خیلی کمک میکنه اما باید مناسب سطح ما باشه خب توی این سطح برای مراحل ابتدایی پیشنهاد من اینه که از فیلم ها و سریال های استفاده کنید که مختص زبان آموزی ساخته شدن یه سری از فیلم ها هستن سریال ها هستن که مختص یادگیری زبان انگلیسی ساخته شدن یکی از بهترین هاش سریال اکسترا هست دوستان سریال اکسترا هم یه سریال کمدیه و مخصوص زبان آموزی ساخته شده به نظر من خیلی خیلی سریال مفیدیه میتونید از این استفاده کنید برای مراحل اولیه و یه سریال دیگه هم هست Mind Your لنگویج این هم یه سریاریه که به منظور یادگیری زبان انگلیسی و آموزش انگلیسی ساخته شده از اینا میتونید استفاده کنید یه چیز دیگه دوستان توجه کنید بعضی ها میان میگن که از اخبار استفاده کنید دوستان اخبار سطحش پیشرفته است شما توی مراحل اولیه نمیتونید از اخبار استفاده کنید حتی توی زبان فارسی فردی که سواد خیلی زیادی نداشته باشه اگه اخبارهای مثلا اقتصادی سیاسی رو بشنوه میبینید که چیز زیادی متوجه نمیشه پس اخبار اصلا مناسب زبان آموزی نیست و این هم از این مورد آخر دوستان اینه که حرف بزنید و اشتباه کنید از اشتباه کردن نترسید اشتباه خواه نخواه پیش میاد توی فارسی صحبت کردن هم توی این فیلمی که من الان ضبط کردم اگه دقت کردید بعضی جاها توپق زم شد بعضی از کلمات رو اشتباه گفته باشم هیچ اشکالی نداره اشتباه پیش میاد و نترسید اشتباه کردن تا زمانی که شما این کار رو انجام ندید و صحبت نکنید مکالمتون قوی نمیشه دوستان پس از اشتباه کردن نترسید حتما حتما باید این مراحل رو طی کنید خیلی ممنون که همراه ما بودید دوستان عزیز خب ویدیو یه مقدار طول کشید امیدوارم که مفید بوده باشه براتون حتما سوال نظر انتقادی پیشنهادی داشته توی قسمت تا برامون بنویسید تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون